یک دایره ترسیم نماید و سپس شای دایره قطر مرکز و محیط آن را دریابید اول یک دایره رسم می نمایم شاید دقیقا درست مانند یک دایره نیاید ولی شکل یک دایره را خواهد داشت پس دایره من آن است من مرکز را در اینجا علامت گذاری می کنم مرکز را انجام میدم من این را سی می نامم لذا آن مرکز است و این یک تیر اینجا رسم می نمایم. آن مرکز دایره می باشد. و در واقع دایره مجموعه است از نقاطی که به یک فاصله معین و مساوی از مرکز دایره دور قرار گرفته است و تمام فواصل معین و دور از مرکز دایره را بنامه نام دایره یاد می کنند پس بیایید که شعاع را رسم کنم پس این فاصله در اینجا شعاع میباشد. باشد آن شما است و مشابه به این فاصله خواهد شد که مشابه به آن فاصله می شود شها را که رسم کنم. تمام اینها شو هستند فاصله بین مرکز و هر نقطه ای در مرکز دایره. حالا قطر مستقیما یک دایره را از مرکز عبور کرده نصف می کند. از یک طرف دایره به طرف دیگر دایره و از مرکز عبور می کند. این لزومند دو شو با هم قرار داده شده می باشد. پس به طور مثال این قطر می باشد. شما یک قطر دارید و سپس قطر دیگر تمامشان در یک خط از این طرف دایره به طرف دیگر دایره رفته و از مرکز عبور می نماید لذا آن یک قطر می باشد می توانستم که برای های دیگر نیز این را رسم نمایم می توانستم ممانند این رسم نمایم آن قطر دیگر می باشد ولی دارای طول مشابه می باشد و بالاخره ما باید در مورد محیط نیز فکر کنیم محیط عبارت از مسافت اطراف یک دایره می باشد و اگر شما بخواید که در این دایره نشان دهید آن را خط بعدی چقدر خواهد شد خب ما با رنگ آبی این کار را میکنیم اینجا طول خطی که من اینجا رسم میکنم محیط نامیده میشود شود پس در اینجا ما این را محیط میگوییم و کار ما تمام است